شهر پاریس و مرکز فرهنگی پومپیدو میزبان آثار هنرمند نروژی ادوارد مونک است. این یکی از بهترین نمایشگاه‌های هنرمند اکسپرسیونیست نروژی است. بسیاری از این آثار قبلاً به نمایش در نیامدند. برگزار کنندگان میگویند هدفشان از نمایش عمومی کارهای ادوارد مونک پایان دادن به روایت‌های نادرست درباره تفکر، زندگی و انزوا طلبی این هنرمند است. آنها میگویند در نگاه اول مونک ممکن است انزوا طلب به نظر آید، اما نگاهی به مجموعه کارهای او 80 نقاشی، 30 طراحی و 50 عکس و فیلم باعث این سوال است که به راستی این هنرمند مدرن است یا انزوا طلب. مدیر نمایشگاه میگوید این نمایشگاهی است از آثار هنری با مضمون و درون مایه‌ای که ما تا به حال در فرانسه نداشتیم. یکی از اتاق‌های نمایشگاه اوریجینال است، چون کارهای مونک آنجاست وقتی که دچار مشکل بینایی و خونریزی چشم شده بود. بنابراین نقاشی‌ها به طور شگفت‌انگیزی غیرمنتظره انتزاعی است که تا به حال در هیچ نمایشگاهی به نمایش در نیامده. در این نمایشگاه آثار تجربه گرانه مونک را در حوزه رسانه‌های جدید و ظرف‌های متفاوت برای بیان کارهای هنری می‌بینیم، از جمله عکاسی، تئاتر و فیلم. گرچه بسیاری از کارهای او در اواخر قرن 19 یعنی سال‌های 1800 خلق شده، اما نمایشگاه تلاش می‌کند چهره مدرن و امروزی این هنرمند را نشان دهد. یکی دیگر از برگزارکنندگان نمایشگاه می‌گوید مونک یک روش جدید در عکاسی به وجود آورده. تا جایی که من می‌دانم او اولین هنرمند قرن 20 است که دوربین را روبرو به خودش می‌گیرد و از خودش عکس می‌گیرد، مثل جوان‌های امروز که با موبایل از خودشان عکس می‌گیرند. این نمایشگاه تا ژانویه 2012 در مرکز فرهنگی هنری پومپیدو پاریس دایر خواهد بود. بعد از آن به فرانکفورت و در نوامبر سال آینده در موزه تیت مدرن لندن به نمایش در می آید. گرچه علاقمندان او یکی از معروفترین کارهای مونک به نام جیغ را در این نمایشگاه نمی بینند، ولی بسیاری از کارهای کمتر دیده شده این هنرمند در عذاب و به معنای واقعی مدرن را خواهند دید.